موازه با تداوم محبوبیت رشد ارزهای دیجیتال، دنیای بازارهای مالی سنتی تا حدودی دچار تزلزل شده است. این مسئله باعث شده تا بسیاری از سرمایه‌گذاران و معامله‌گران در این بازار به عنوان آماتور حضور یابند. از همین رو در ادامه نگاهی خواهیم داشت به ابتدایی ترین مسائلی که نیاز است در بازار رمزارزها بدانیم. ارزهای دیجیتال و فناوری بلاکچین این توانایی را دارند که نه تنها ارزهای سنتی بلکه زنجیره تامین، مراقبت‌های بهداشتی، پرداخت‌ها و بسیاری از جنبه‌های مهم زندگی را متحول کنند. در سال 2008 وایت پیپری برای بیت کوین با نام مستعار ساتوشی ناکاموتو ارائه شد و بلافاصله پس از آن در ژانویه 2009 بیت کوین به طور عمومی راه اندازی شد. چشم انداز آن ارزی بود که توسط یک قدرت مرکزی کنترل نمی شد، بلکه تحت کنترل و مالکیت مردم بود. پس از آن رمزارزهای دیگری نیز به وجود آمدند و تمام این ارزهای دیجیتال روی بلاکچین هایی که می توان آنها را به عنوان پایگاه داده در نظر گرفت قرار دارند. مفهوم بسیار مهمی که برای درک بلاکچین باید در نظر گرفت ایده تمرکز زدایی است. کنترل غیر متمرکز بلاکچین به این معنی است که هر تراکنش باید توسط اکثریت گره ها تایید شود که به اجماع معروف است. خود رمزارزها نیز مجموعی از داده هاست که برای کار به عنوان یک وسیله مبادله طراحی شده و معمولاً به عنوان ارز بین طرفین معامله مورد استفاده قرار می گیرد. برخی از رمزارزها مانند لایت کوین کاربردی برای تراکنش های خرد و پرداخت های همتا به همتا ارائه می دهند. سایر ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین نیز به عنوان یک دارایی برای محافظت در برابر تورم عمل می کنند. اما رمزارزها به دو دسته کوین و توکن تقسیم می شوند که اولی بلاکچین بومی خود را دارد، در حالی که توکن ها روی یک بلاکچین موجود ساخته می شوند. به عنوان مثال اتریوم از آنجا که اکوسیستم بلاکچین مخصوص به خود را دارد یک سکه است، در حالی که چین لینک از آنجا که مبتنی بر اتریوم ساخته شده یک توکن به شمار می رود. از طرفی بسته به ارز دیجیتال، نوع ساختار و مکانیسم اجماع ممکن است متفاوت باشد. بسیاری از پروژه ها کاملا غیر متمرکز هستند یا توسط یک سازمان ناشناس غیر متمرکز اداره می شوند، در حالی که برخی دیگر از نظر فنی متمرکز هستند. در مورد تاریخچه بازار رمزارزها نیز باید گفت که ارزش کل این بازار در سال 2013 تنها 1.5 میلیارد دلار بود که اکنون این ارزش بازار ممکن است به یک میم کوین که کاربردی هم نداشته باشد متعلق باشد. در حال حاضر ارزش بازار رمزارزها بیش از 2.2 تریلیون دلار است که افزایش قابل توجهی را در طول یک دهه گذشته نشان می دهد. نکته دیگری که در مورد ارز دیجیتال وجود دارد این است که هر کسی می تواند آن را ایجاد کند، اما با این حال تنها خلق رمزارز لزوماً به آن کاربردی ارزش نمی دهد. ده ها هزار ارز دیجیتال وجود دارد که بسیاری از آنها اساساً بیفایده هستند و برای تشخیص دوام آنها باید به آنچه که ارائه می دهند توجه کرد. اما در مورد مزیت رمزارزها باید گفت که با در نظر گرفتن ارزش خود ارز به تنهایی، اشخاص دیگر برای انتقال دارایی‌های خود به یک واسط وابسته نیستند. از این رو افراد کاملاً کنترل دارایی‌های خود را در اختیار دارند و می‌توانند هر زمان که بخواهند آنها را مجدداً تخصیص دهند. تراکنش‌های ارزهای دیجیتال را نیز می‌توان در چند ثانیه تسویه کرد که آن را برای تراکنش‌های خرد در سراسر جهان ایده‌آل می‌کند. همچنین می توان موجودی، پرداخت‌ها، اشتغال، بیمه و مراقبت‌های بهداشتی را در بلاکچین ردیابی و از طریق چندین گره تایید کرد. این نوع سیستم دفتر کل تایید شده می تواند نحوه ردیابی اطلاعات را تغییر دهد و آن را برای افراد بسیار ایمن‌تر و یکپارچه‌تر کند. نکته مربوط به خرید رمزارزها این است که می توان سکه‌های دیجیتال مورد نظر را از صرافی‌ها تهیه و در کیف پول ذخیره کرد. در مجموع کیف پول ها به دو دسته سخت افزاری و نرم افزاری تقسیم می شوند. کیف پول نرم افزاری یک برنامه در کامپیوتر یا موبایل شماست، در حالی که در کیف پول سخت افزاری کلید های خصوصی کاربر در یک دستگاه سخت افزار ایمن ذخیره می شود و همچنین اطلاعات را بدور از اینترنت و روی یک دستگاه خارجی نگه می دارد. از این رو کیف پول سخت افزاری برای افرادی که به دنبال محافظت از دارایی های خود در بالاترین درجه هستند گزینه بسیار امن‌تری است.